سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور میتورین؟ خیلی خوش اومدیم به کانال یوتیوب مستر چک. توی این ویدیو میخواییم بریم سراغ یه آهنگ جدید از یه خواننده خیلی مشهور و محبوب، ولی دو تا خبر دارم، یه خبر خوب یه خبر بد. کدومو اول بگم؟ خبر خوب رو میگم. شادمهر آهنگ داده. خب دست و جیغ و هورا رو تموم کنید، خبر بده رو بدم. توی تیزر این آهنگ جدید شادمهر، یا بهتر بگم طبق گمانه‌زنی هایی که زده شده، توی ویدئوی جدید شادمهر ریحانه فارسا هست به عنوان نقش اصلی. خدایا بس دیگه. خیلی دارم سعی میکنم که قضاوت نکنم، پیش داوری نکنم. خیلی ها گفتن این موزیک فلانه، رحمانه، اصلا سعی کردم همه رو بذارم یه گوشه و بی‌طرف گوش کنیم واقعا. حالا اون بحث تیزر و موزیک ویدیوش رو بعداً سر یه ویدیوی جدا اصلا خدمتش میرسم، من تو اون رحم ندارم، خیالتون راحت. یه توییت خانی خفن میذارم اصلا میکوبونیم. ولی آهنگش رو من نمیدونم واقعا خوبه یا بد. یه سری ها گفتن خوبه، یه سری ها گفتن نه بده. و از اونجایی که من یکم آدم تعارفی نیستم، ایمین جان، شادمهر جان، من پیشنهاد میکنم همین الان این ویدیو رو قطع کنی و بری یه ویدیوی دیگه ببینی. آره خب از الان به بعد میریم تو فاز موزیک، بریم ببینیم که بارون دلم خواست از شادمهر چی کار قراره بکنه، قراره چی بشنویم. موزیکی که این همه حاشیه داشته، حالا بهتون میگم که چرا حاشیه داشته، ممکن از طرف دوستان بلاک بشم ولی اشکال نداره، من تا آخرین قطره خونم حقیقت رو میگم. بریم که بشنویم بارون دلم خواست. دلم بارون خواست نباید میشد اصولا، بارون دلم خواست یعنی همین اولش فعل و فاعل رو بریم، من هیچی نمیگم شعرش رو. بریم صدای نام نم بارون، تو که نیستی چه دلگیره، هوا وقتی میشه ابری دلم واسه تو میگیره. من تا اینجا اوکی بود، تا اینجا انصافا اوکی بود، مخصوصا با تنظیمش من حال کردم. ریزکاری داره، اون پشت یه گیتاری نواخته میشه واسه خودش، ولی ایشالله که بتونیم گیر بدیم. تتوی رو دست شادمهر اینو تا رو نکرده بود، نوشته ملینا، اسم خانومش ملینا فکر کنم. بریم. دلم واسه تو میگیره، منم اون قطره بارون که میشینه روی موهات، اگه حتی شکستم من نیاری خم به ابروها. این تیکه رو خارج از هر چیزی من واقعا خوشم آمد، شعرش رو، تیکه اول تنظیمش من رو گرفت، تیکه دوم شعرش، و واقعا خوب بود. تا اینجا خوب بود. 50 ثانیه از آهنگ گذشته و من هنوز نتونستم بهش گیر بدم، با اینکه گفتین مستعد گیر دادنه. میریم بعدش رو ببینیم. من دلم بارون خواست، بارون دلم خواست، چند قدم با تو خیابون دلم خواست، فقط چند ثانیه پیش تو باشم، با تو چند تا جمله آروم دلم خواست. خب من اولین گیر رو بذارین اصلا راحت بگم، قشنگ خودم خالی بکنم. بارون خیابون آروم، بارون خیابون آروم، یه بار یه تکرار میکنم، بارون خیابون آروم. من دیگه حرفی ندارم. اینجا نمیشه گفتش که قافیه، یعنی هیچ توجیهی نداره و ضعف کار محسوب میشه.
حالا بازم خود دانین، من سر بی احساسم حالا یه سری انتقادا کردم، یه سری اومدم به من فحش دادن که نه تو نمیفهمی آهنگ خیلی هم خوبه. حالا من بریم تا آخر دارم براتون. دلم بارون خواست، بارون دلم خواست، چند قدم با تو تو خیابون دلم خواست. اینجا که میگه دلم بارون خواست، بارون دلم خواست، یاده چیز میفتم، آهنگ کجایی محسن چاوشی که همون جمله رو برعکس میکرد، کجایی رفیقم رفیقم کجایی، تا آخر همینه برعکس میکرد، یعنی یه مصرع میگفت مصرع بعدی برعکسش بود. فقط چند ثانیه پیش تو باشم، با تو چند تا جمله آروم دلم خواست. یکم تنظیمش حس میکنم زیاده روی داره میکنه، ممکنه من اشتباه بکنم اما همچین حسی دارم. و یه چیز دیگه بذار آخرش میگم. ریتمش زیاده، اگه میری یه کاری کن اولای پشت سرت باشه، حواست باشه شاید این مسیر آخرت باشه. چشاتو بستی رو اسمی که خواستی رو تنت باشه، حواست باشه به اسمی که خواستی رو تنت باشه. دستشو اینجوری مخصوصا نشون داده که تتو کرده. این دیس دنیا جهان بخته، این دیس مهراد جمه، اونایی که دم به دقیقه اسم اینو اونو تتو میکنن، این دیس اوناست. حواست باشه که میخوای اسم کی رو تنت باشه. آره دیس داد. آخرت باشه، چشاتو بستی رو اسمی که خواستی رو تنت باشه. عجب دنیای نامردی که عشقت دشمنت باشه. زیبا بود. من دلم بارون خواست، بارون دلم خواست، چند قدم با تو تو خیابون دلم خواست. فقط چند ثانیه پیش تو باشم، با تو چند تا جمله آروم دلم خواست. دلم بارون خواست، بارون دلم خواست، چند قدم با تو تو خیال. انصافا میگم بچه ها، میدونی من اصلا تعارف ندارم و توی این بحث کار و ریاکشن و موزیک و این داستان ها نقد و این چیزا اصلا تعارف ندارم، دوست و دشمنم نمیشناسم، ولی ایمین ترنسترهای خوبیه، حالا فارغ از هر چیزی هر حاشیه‌ای خوبه، ولی این آروم یا آهنگ بی احساس من به خودشم گفتم، الان اینجا هم باز به خودش میگم، نمیدونم در سطحش نیست، یکم خیلی بازاری می نویسه، یکم خیلی عامه پسنده، با اینکه قبلا این شکلی نبود کاراش، از یه جایی به بعد آدم دیگه به فکر چی بشه بیشتر، هرچی کلیک رادیو جوان بیشتر باشه این راضی ترن، ولی نمیدونم واقعا من تا اینجای آهنگ که 2:54 گذشته ازش با کلیت آهنگ مشکل ندارم. تنظیمش یکم زیاده روی دارم، دارم میگم خیلی میتونست ملوتر باشه، و توی ترانهش تنها ایرادی که تا اینجا تونستم بگیرم همین مصرع آخر ترجیبندشه، کورسشه، که واقعا هیچ جوره تو کتم نمیره، که یعنی کلمه هیچ کلمه ای پیدا نکردن، گذاشتن آروم هم قافیه بارون و خیابون. چرا؟ خیابون دلم خواست، فقط چند ثانیه پیش تو باشم، با تو چند تا جمله آروم دلم خواست.
تموم شد. خب تموم شد، 3 دقیقه 26 ثانیه بود و همین دیگه. گفتم بچه ها این کار من نمیتونم بهش برچسب تجاری بودن بزنم، واقعا دوست داشتم همچین برچسبی بزنم، ولی ترانش بجز اون بخشی که 100 بار دیگه هم گوش کنم بازم میگم، ترانش مشکل دیگه ای نداشت، ولی تنظیمش جا داشت که مثل اون اولش باشه. اون اولش که گفتم تنظیمش چقدر خوبه، این در ادامه تنظیمش به هم ریخت و این آهنگه نمی کشید اونقدر. ولی خب به هر حال هر کاری بکنیم، شادمهر یکی از قدیمی هست. من هر چی بگم میگن که نه تو فلانی بیساری، پس هیچی نمیگه. من همین امروز استوری گذاشته بودم، داشتم میگفتم هر خواننده‌ای یه دوران طلایی داره. خب واقعا میگم 10 تا ریپلای برای من اومد بیشتر توی ریکوست که بازشون نکردم، که گفتن این قانون شامل شادمهر نمیشه، شادمهر اسطوره است. اسطورتون تو ویدیوش ریحان پارسا میاره. دهن من باز نکنید دیگه. ولی واسه یه قضیه ویدیوش یه چیز تخریبی میخوام بیارم در حد مهراد جان، خیالتون راحت. آهنگش واقعا نمیتونستم ایرادی ازش بگیرم، نتونستم، یعنی به جز همون تنظیم و اون بخش تجربه به جز اون اوکی بود. حالا باید ببینیم بعدها ورژن دیگه ای از این آهنگ منتشر میشه یا نه، شاید اون ورژن یه جای خوبی گرفتی آهنگا. خب مسلما این آهنگ اون آهنگی نبود که از شادمهر انتظار داشتیم. شاید بشه گفت این آهنگ در سطح همون بی احساسه، نمیگم بدتر و نمیگم بهتر، تو همون سطح. حالا بی احساسو خیلی ها آهنگ خوبی میدونن چون هیت شد، اینم هیت میشه مسلما چون اسم شادمهر رو داره یدک میکشه، اما من ترجیح میدم شادمهر با منابورزی کار بکنه، یعنی دوران اوج شادمهر با منابورزی بود. حالا هر کی میخواد هر چی بگه. و همین، دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین. یادم رفت بگم که اگر تا حالا کانال ما رو سابسکرایب نکردین، ممنون میشم که سابسکرایب کنین، زنگوله کانالش رو بزنین، لایک کنین، کامنت بذار، نظرت راجع به این آهنگ بنویس، نظرت راجع به ویدیو هم بنویس. کار دارم با ویدیوش، حالا ویدیوه، تیزره، هر چی هست من کار دارم باش، من کار دارم، من به این راحتی ها کوتاه نمیام. ریحان پارسا من کاری ندارم، من با اون یه برنامه یه مشتی براش میریزم. دمتون گرم. اگه سابسکرایب کردین حتما برین توی دیسکریپشن لینک کانال دوم روی اونم بزنید و اونجام سابسکرایب کنید، خوشحال میشم اونجام ببینمتون، خیلی چاکریم، اونجا کلا یه فضای دیگه است. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین، تعصب نداشته باشین کلا روی هیچی، نه روی خواننده، نه روی ورزشکار، نه روی بازیگر، اینا رفتنی هن، اینا موندنی نیستن. ولو این امروز فلانی خوبه، فردا یکی از اون بهتر میاد، از من به شما گفتن. هیچ وقت روی هنر تعصب نداشته باشین. الان ساسیمانکن گوش بده، دو دقیقه بعد شادمهر گوش بده، با هم عکس هم دارم به خدا، شما خودتون رو میکشی، اینا کنار هم خوش و خرم هن. خیلی چکرین، دوستتون دارم، خدا.